که میگم باید از این طرف بریم. از کجا میدونی؟ شاید راه از این طرف باشه. تو تا حالا شکار رفتی؟ نه. نگهبانی چی دادی؟ نه خیر بابا. اصلا تو جنگل راه رفتی؟ نه. پس چرا نظر میدی؟ من از این طرف بینم، تو هم از هر طرفی خواستی برو. خب داتی سوسول. چی شد؟ خسته شدی؟ نه بابا، تا صبح پیاده میرم. مجبوریم تا صبح پیاده بریم. اگه به جاده برسیم بقیهش آسونه دیگه. یه چیزی ازت بپرسم؟ ببینم تو اون کیفت خوراکی مراکی داری؟ بذار ببینم. بیا. ممنون. هوی چگاه کردم؟ از دست تو. آرومتر بخور، خفه نشی. ببینم تو خونه ما رو از کجا پیدا کردی؟ انگار یه چیزی به اسم اینترنت هم هستا. کی آزادت کرد؟ به تو چه؟ ببینم تو کدوم مدرسه میری؟ این دیگه چه سوالیه؟ بگو کار دارم. مدرسه که میری اسمش چیه؟ کالج سایار. اون وقت فامیلی من چیه؟ کرم سایار. از روز اولی که اومدی اینو نفهمیدی؟ یعنی تو اینقدر خنگ بودی؟ اونجا مال منه. تا وقتی من بهت اجازه بدم اونجایی. تا وقتی من اجازه بدم تو اون مدرسه میمونی. هر کسی چوب لای چرخ من گذاشت نتیجهشو دید. تو هم دیدی. پس یه حرف علکی نزن. فهمیدی؟ ولی من عقب نکشیدم. آره میبینم. عقبم نمیکشم. آخ آخ آخ. یه چیز خیلی ساده ازت میخوام. خفشی و صدا در نیاد. ببین پسر، اون مدرسه‌ای که به خاطر اسمش فکر میکنی مال توه، مال تو نیست. مدرسه هممونه. اون به کنار. به من که میگی ساکت باش و جلوت نگاه کن، انگار که به هم میگی زینب نباش. من تو زندگیم این کارو نکردم. از این به بعدم نمیکنم. فهمیدی؟ پس حالا حالا ها انگار با هم کار داریم. اینو داری میگی دیگه؟ خیالی نیست. میدونی که چه کارایی از من برمیاد؟ هر کاری ازت برمیاد مکن. باشه باشه. چیکار میکنی؟ میخوابم. مگه نگفتی باید تا صبح راه بری؟ منصرف شدم، میخوابم. تو میخوای برو. Ötesi de varmış Yaşananların hepsi Meğer birer yalanmış
kaderimde bu da mı vardı? Sevdiğimi başkalarıyla göreceksem eğer, kör olsun bu gözler, görmeyeyim bir daha. Kaderimde bu da mı vardı? Sevdiğimi başkalarıyla göreceksem eğer, kör olsun bu gözler, görmeyeyim bir daha. Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki, ölürüm hasretinle. Yar, ellerin nerede? Ya beni de götür ya da gitme. Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki, ölürüm hasretinle. Yar, ellerin nerede? Ya beni de götür ya da gitme. Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki, ölürüm hasretinle. Yar, ellerin sensiz ben hiç yaşayamam ki, ölürüm hasretinle. Yar, ellerin nerede? Yemeye maşin derim ya. Maşin derim ya. Hey! Oy! Hey! Ye lahsa sab kumaran biyam. آها، صبح خیر. مدیر خوابالو ساعت چنده؟ نپرس. یه ساعت نمیتونم پاشم. همش زنگو خاموش میکنم. تو حالت خوبه؟ چیزیت که نیست. نه. تو دیرت نشه. درساتم خوب بخون. چی؟ من چی دارم میگم؟ خدا بگم چی کارت کنه جاله؟ چی شد؟ کیف پولم نیست. شاید تو اون یکی کیفته. ولی من که کیف دیگه ای همراهم نبود. ای وای، نکنه تو خونه تو این جا گذاشتم. شایدم تو خانه مد جا گذاشتی. امیدوارم. من از این حواس پارت. تولین باورم نمیشه اینا رو نمیخوری. عزیزم تو هم مانکم بودی، خوب میدونی چیا رو نباید خورد. من دیگه از رو به در شدم، اصلا حس برگشتن ندارم. خب تولین، پروژه چیزی تو دستت داری؟ ای چند تا پیشنهاد هست. نقش اول؟ معلومه که نقش اول. تو کار ما معلوم نمیشه چه اتفاقی میفته. نه من اینطوری فکر نمی کنم، یعنی آدم تا وقتی خوب به خودش برسه. آها خوب شد یادم انداختی. دخترم دارم میرم تو کار زیبایی، اونم با برند خود. آه عزیزم تبریک میگم. تبریک میگم، چطور به فکرت رسید؟ این سفده خودمونو میشناسین؟ سفده مالکوت. آها همون یوگا کاره. ببین چه زود میگی یوگا کار. اونم یکی دو سال پیش مثل من و تو بود، فرصت و مهیادی دست به کار شد. اون راه نماییم کرد، سامی هم با خیلی ارتباط داره. واو، شما چند نفرین توی این خونه زندگی میکنین؟ سه نفر. بیا. پس چرا مستقیم نرفتیم مدرسه؟ وضعمونو نمیبینی؟ انگار از فلاکت برگشتیم. افق بیا. میخوای تو برو تو، من الان میام. باشه. بفرمایید آقا کرم. ببین یه چیزی میگم، بین خودمون میمونه باشه؟ من و تو، فقط من و تو. متوجهم. بله. بعد این روشن فکر رو بزمان دارم.
مامانم رفت؟ بله رفتن آقای کرم. احمد آقا هم امروز رفتن. ای بابام رفت؟ وای پس بگو بیچاره شدیم دیگه. نگفت کجا میره؟ حرفی نزدن. خیلی خوبه خیلی خوب. میخواین براتون صبحونه حاضر کنم؟ صبحونه نه، برامون ساندویچ درست کن. خیلی گرسنه‌ای. گرسنه‌ای؟ اگه زحمتتون نشه. زحمتی نیست، کارش همینه، بیبرین. اگه زحمتی نیست. خواهش میکنم، زود حاضر میکنم. یه حوله تمیزم وردار بیار. چشم آقای کرم. پس این کجاست؟ یونیفورمم تو کیفمه، اگه همومو نشونم بدی لباسمو عوض میکنم. میخوای اول دوش بگیر؟ نه همینطوری راحتم. مطمئنی؟ خودت میدونی اینجا 50 تا دوشه، خدمتکار بهت نشون میده، لباساتم برات اتو میکنه. باشه. شاید بالا باشه. یه لحظه تو اینجا منتظر بمون، من الان برمیگردم. همینجا بگی بشین. اینجا رو فقط به هم نریزی ها، حواست باشه. باشه. من الان برمیگردم. دیوونه، با اتاق تو چی کار دارم من؟ صبح بخیر هولیا. صبح بخیر. من کیف پولمو اینجا جا نذاشتم. نمیدونم، صبح عطیه خانم در رو باز میکنه، شاید اون دیده باشه. عطیه خانم. ها خسته نباشی عطیه خانم، امروز صبح کیف پول پیدا نکردی؟ نه عزیزم، کی گم کرده که ما پیداش کنی؟ من گم کردم. اینجا عزیزم ندیدم والا، شاید یه جای دیگه گذاشتی. خدا کنه. نکنه مونده بشه تولین خانم، یه زنگ بهش میزنی؟ تو حرف منو گوش کن، سعی کن وارد این کارا بشی، بعداً ازم تشکر میکنی. شاید واقعاً حق با توه، ولی من از این کارا اصلا سر در نمیارم. چی کار میتونم بکنم؟ تونی من از شیمی چیزی میدونم، ولی یه ماه دیگه کرمای دوره چشمو همه جا میبینی. تو هم یه کاری به سلیقه خودت بکن، تو زن خوش سلیقه‌ای هستی. مثلا از لباس و مد سر در میاری، دوستی نداری که اهل مد و لباس و این چیزا باشه؟ کلکسیون خودت رو بنداز، برند درست کن. مگه این کارا به همین راحتیه؟ من که میگم آدم باید کاریو بکنه که بلده. یه بارم از دید مثبت نگاه کن، سایرای پروژه جدید دارن، شنیدی؟ نه. از مدیره زن حمایت میکنن. تو سویم سایر رو میشناسی؟ آره خوب میشناسم، مگه میشه سویم رو نشناسم؟ مصطفی و جم هم از قبل همدیگر رو میشناسن. جم کیه؟ رئیس هتلای سایر. چند روز پیش با هم شام میخوردیم، اون به هم گفت. معذرت میخوام. الو؟ الو تورین خانم، دمتم، خیاط ملدا. وای دمت جون، اون روز انقدر من عجله کردم که کیف پول تو هم جا موند. پس خونه شما مونده، همینو میخواستم بپرسم. چطوری بیام بگیرم ازتون؟ منظورتون چیه چطوری بیای بگیری؟ میبخشین چه سرعت نباشه، اگه غروب وقت دارین. دمت جون، من کیفو میارم خانه مد، باشه؟ باشه، خیلی ممنونم. ممنون. ببخشید. بله. چی کار میکنی؟ چی کار باید بکنم؟ میرم مدرسه. دیروز یادم نبود بپرسم، کیف پول خیاطو بهش دادی؟ آره دادم. خیلی خوب، ممنون عزیزم. چی شد تولین جون؟ اتفاق بعدی افتاده؟ نه نه اصلا. سلام خانم. خوش اومدین آقا جهان. خیلی ممنون.
خیلی وقت ندیدمتون. قبلا برای بردن تولین خانوم میومدین. بله چیزه، میخواستم یه چیزی بپرسم. فکر کنم یکی از خیاطاتون کیف پولشو تو خونمو جا گذاشته. آها دمت، امروز صبح میگفت. دمت اکه اینطور اومده بود خونمون برای دوختن لباس تولین. من خونه نبودم، کیفش آوردم. الو دمت، بودو بیا کیفتو آوردن. با اجازتون، خودتون لطفا بشوید. صبر کنید دمت بیاد تشکر کنه. نه 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 نه، من خیلی عجله دارم، کارم مونده. لطفا خودتون بهش بدین. کیفم آوردن؟ آره آقا جهان آورد، همسر تولین خانم. جهان؟ آقا جهان. کی؟ الان آورد؟ الان رفت. میشه من یه جایی همین دورو برا پیاده شم؟ چی شد؟ نمیخوای بیای مدرسه؟ چرا، ولی میخوام پیاده برم. چرا؟ میترسی تو رو با من ببینم؟ چه ربطی داره آخه؟ نمیترسم ولی... ولی چی؟ خیلی خوب، چیزی نیست. این ماشین اصلا راحت نیست. وای دختر چه بویی داره، آدم بیهوش میشه. یه فره بگذره خوشبوترم میشه. هنوز نایمده، یعنی چی کار کردن؟ ملیس. چیه؟ ملیس چیه؟ چطوری؟ ممنون، تو چطوری؟ بدک نیستم. زینب چیت شده؟ خجالت میکشی حرف بزنی؟ آره چی داری میگی؟ این همه سرزنشم کردی، خودت رفتی رفیق کرم شدی؟ تو از هیچی خبر نداری، میفهمی؟ ندونه صرف نزن. زود باشه اعتراف کن دختر، برای نجات خودت رفتی چاپلیسی. آره ببین منو، من نه پاچه‌خوارم نه چاپلوس، مجبورم نیستم به تو حساب پس بدم، فهمیدی؟ مجبوری؟ میدونی من به خاطر تو چی کار کردم؟ نمیدونم، نمیخوامم بدونم. یه لحظه، تو چی کار کردی؟ افق، افق هیچ کدوم از سفارش‌ها رو نیاوردن. اگه آقای کرم بخواد بره بیرون چی؟ تازه الان اومده، فعلا نمیره. خیلی ممنون.
کاری نکردم. میخواستی کاری کنم؟ ماشین کرم و تو دستکاری کردی؟ آره، میخواستم اونم یکم عذاب بکشه، ولی بازم اینجوری نشد. پسر یه احمق، کم مونده بود هر دومون به خاطر تو بمیریم. چی داری میگی؟ تو اون ماشین چی کار میکردی؟ فکرشو نکردی ممکنه کسی دیگه ای تو اون ماشین باشه. ممکن بود یه بچه باشه، یه مادرش، اصلا کسی دیگه ای نباشه. اگه کرمو میکشی خوشحال میشدی؟ فکرشو نکرده بودم. خدا رو شکر که واسه هر دومون به خیر گذشت. منو ببخش زینب، نمیخواستم ماشین رو در... ساکت شو، هیچی نگو، فهمیدی؟ کرم بشنوه بیچارت میکنه. ضمناً من دوست کرم نیستم، هیچ وقت هم نمیشم، فهمیدی یا نه؟ نه بابا، رضا نمیاد تو تیم ما. چیو نمیاد؟ خودش گفت میاد. نه آی بسه دیگه، رضا هی میاد نمیاد میکنین، مغزمونو خوردین. خیر باشه داداش، چی شده؟ چیزی نیست، شب خوب نخوابیدم. حالت خوبه؟ آره. یه چیزی میخوام بپرسم. نپرس. ولی کرم، اگه نگفتم نپرس. باشه فهمیدم، نمیپرسم. موبایلتو بده ببینم. افق ببین بیا چی میگم، یه چند ساعت دیگه بهت زنگ میزنم که بیای مدرسه. آره بیا اینجا دنبالم. باشه؟ باش، خدافظ، زنگ میزنم. من رفتم. به سلامت اومد. چطوری جان؟ خوبم، تو چطوری؟ منم خوبم. میگم این قضیه از چه قراره؟ چی شد؟ هیچ معلومه کجایی، مردم از نگرانی. خب دیگه اومدم الان. خب چی فهمیدی؟ نتونستم چیزی بفهمم، با جان حرف زدم ولی کرم به اون چیزی نگفته بود. واقعا عجیبه، اصلا نمیفهمم اون دختر پیش کرم آخر چی کار داشته. از کرم بپرسیم. امکان نداره. دوستت داره میاد. یه لحظه وایسا ببینم. از این به بعد وقتی منو دیدی راه تو کش کن، سلامم نده، دیگه هم با هم حرف نزن. آخه نیست که، خیلی هم مشتاقم. حق با تو بود، کاش که حرف تو گوش میکردم. من زینبم. همه اسمتو میدونن. باران. از آشنایت خوشحالم. بازم که مدرسه رو به هم ریختی. مگه چی کار کردم؟ آخه صبح با کرم اومدی مدرسه. خب چه ربطی داره؟ حالا میبینی، حتما یه اتفاق بد پشتشه. ببخشیدا، تو یا زیادی بدبینی یا من اینطوری فکر میکنم. ببخشیدا، تو هم یا زیادی ساده ای یا من اینجوری فکر میکنم. جدی؟ پس بذار اصل ماجرا رو واسط بگم، حداقل یه شاهد داشته باشم. دیروز قرار بود خونه ملیس بمونم، ولی به مامانم زنگ زدم و ازش اجازه خواستم. حواست جمع باشه، وقتی کسی نیست اینو بذار بیا. باشه؟ برای زینبه مگه نه؟ ببینم از کی تا الان سوال میپرسی تو. زود باش. عزیزم، گفتم حتما گمش کردم. چه خبر؟ نمیخواستم باهات حرف بزنم ولی چی شده؟ دیشب چی شد؟ اگه غر نمیزنی برات تعریف میکنم. اگه کار غر زدنی نکردی خب بگو گوش میدم. عجب گیری کردیم. خب بگو گوش میدم، بدو. ای وای، عجب بلایی سرت آوردن. وای نگو. اون وقت میگی بعدن اتفاق بدی نمیافته. خب میدونم. از کجا میدونی؟ از اونجایی که هر کاری میخواست کرد. دیگه چی کار میخواد بکنی؟ حرفمو گوش کن، دیگه هیچ وقت بهشون اعتماد نکن. به تو چی؟ میتونم اعتماد کنم؟ میل خودته.
میدونی اصلا دلم نمیخواست بیام این مدرسه. چرا؟ به خاطر این بچه سوسولا. هر کدومشون یه جور دیوونن، فقط تو و باریش با بقیه فرق داریم. پس به این نتیجه رسیدی؟ اینطوریه دیگه، هر دوتون با بقیه فرق داریم. خیلی خب، همینقدر تعریف بسه. خب تو بگو، مثلا خانواده تو چی کار میکنه؟ منظورت شغلشونه؟ مثلا بابای من دریا نورد بود، مامانم هم خیاطه. البته وقتی میگی تو کار مده با کلاس داره. چیزه، مامانم مدیر عامله. بعد از فوت بابام، مامانم جاشو تو شرکت بابام گرفت. بابای منم یه بار راهی سفر میشه و هیچ وقت بر نمیگرده. یعنی غیر از مادرم کسی رو ندارم. منم همینطور. جدی؟ پس کلی نقطه مشترک داریم با هم. راست میگی؟ آره انگار. میتونم کمکتون کنم خانم؟ روز بخیر، با خانم اجاله کار داشتم. بله، تشریف بیارین. ممنون. بعدش هم صبح اومدیم مدرسه، اینطوری شد. به همین راحتی. ببین کرم، دیگه دست از سر این دختر بردار، فهمیدی؟ وگرنه یه بلای سر یکی تو میاد. آخه چه ربطی داره؟ ترمز ماشین کار نکرد. مگه تقصیر من بود؟ یعنی تو تند نمیرفتی. دلم خواست. که چی؟ اونم سوار نمیشد. اون دختر به زور جون سالم به در برد. خب چی کار میکرد ها؟ چی کار میکرد؟ نامه مینوش؟ اصلا خون بینم. ببینم تو از کجا میدونی؟ من نجاتش دادم. داداش خودمی. واقعا یه قهرمانی. اگه بلای سر اون دختر میومد عذاب وجدان میگرفتی. نه بابا، فقط تو مدرسه کسی نمیمون باش آشتی کنم، همین. برای همین خوشحال شدم. ممنونم که نجاتش دادی. چیه؟ حرف خنده داری زدم؟ بعضی وقتا نمیتونم بفهمم واقعا خودتی یا نه. خب ما هم یه استعدادایی داریم برای خودمون دیگه. راستی نگفتم دیروز چی شد ها؟ نه. یه ایمیل از کالیب تکین اومد. جدی میگی؟ آره، نقاشی رو پسندیده، یعنی نوشته باید بیشتر کار کنم. خلاصه خوشش اومده. آره. بیا تو. خانم مدیر، مزاحم که نیستم. دیوید، تو اینجا چی کار میکنی؟ میبخشی بدون اینکه خبر بدم اومدم. تو چت شده؟ رنگ روت پریده؟ نه عزیزم، فقط جا خوردم. با کسی که روبرو نشدی؟ زینبو میگی؟ نه، کس دیگه ای. نه، من که اینجا کسی غیر از تو زینب نمیشناسم. آره، حق با توه. بیا بشین. کاش قبل از اومدنت زنگ میزدی. اتفاقی افتاده؟ جهانو دیدم. اینجا؟ نه جاله، چه ربطی داره؟ صبح اومد محل کارم. آه، خانه مود؟ برای همین یه دفعه پاشدم اومدم. باید با یه نفر حرف میزدم. تعریف کن دمت جان. بگو، من گوش میکنم عزیزم. یه اتفاقی نیفتاد، اون همه ترسوندیم. این چیه؟ نمیدونم. حدس میزنم چیه. از طرف کیه؟ طرف عموم که تو دبیه. راضی شدی؟ چه با مزه. بی تو چه آخه؟ قضیه چیه جان؟ اتفاقات عجیبی داره میفته. اون موبایل رو کیا ورده؟ حتما تو میدونی. معلومه میدونم دختر، اون موبایل من گذاشتم اونجا. یعنی چی؟ موضوع چیه؟
کرم خواست. کرم؟ دیلان، حالا فهمیدی قضیه چیه؟ باورم نمیشه. خیلی خوب بعدم میبینمت. ملیس، ملیس. سلام. منم دنبال تو میگشتم. اتفاقای دیروز شنیدم. شنیدی؟ پس حتما میدونی چه اتفاقی افتاد. من که بهت گفتم سراغ کرم نرو. خوبه به خیر گذشت. آره والا. به هر حال هنوز زنده ام و سرم رو تنمه. داشتم دیوونه میشدم. واقعا داشتم دیوونه میشدم. به کرم زنگ میزدم جواب نمیداد. شماره تو هم نداشتم. نه اتفاقی افتاد. حتی میتونم بگم بلایی نمون که سرم نیومده باشه. بگذریم. بعد از این همه اتفاق کرم دیگه سر به سرت نمیذاره، مطمئن باش. نه فکر کنم. امیدوارم، یعنی ایشالله دست از سرم برمیده. خوشحالم که سعی ساره میبینمت. فعلا تا بعد. تا بعد. استاد رسیم، فرض میکنیم برای این دختر یه مدرک ورزشکاری جور کردیم، نمیتونه تو مسابقه کراس شرکت کنه، یعنی نمیتونه وارد بشه. با مدرک تو مسابقات استقامت و معلولان میشه شرکت کرد. خوبه، ولی اول باید رضایتنامه یه کتبی از والدینش بگیریم. آها، خوب شد یاد من داختی. من به خانم جاله گفتم ولی چیزی نگفت، خبری نشد. امروز دوباره یادش میندازم. تو این همه سال همش به این موضوع فکر میکردم که وقتی جهانو دیدم چه کار میکنم. یه بار گفتم میزنم زیر گوشش، یه بار گفتم فوشش میدم یا نفرینش میکنم، خلاصه از این حرفا. ولی امروز صبح که دیدمش نتونستم برم و هیچ کاری انجام بدم. خوشکم زد. عصبانیتت فروکش کرده؟ فروکش کرده، ولی دلم بدجوری شکسته. بدجور شکستم. اون همه سال دوتایی با دخترم تو شهری که زادگاهم نبود و نمیشناختم برای زندگی کردن و سر پا موندن یه حصار دور خودم کشیدم. به احساساتم توجهی نکردم، یعنی فرصت نکردم. گاهی وقتا دیوونه میشدم ولی مجبور بودم، تا اینکه امروز صبح دیدمش. وقتی اونو دیدم حصاری که دورم کشیده بودم به کنار رفت و خودم رو دیدم. یه کوه یخ بودم جاله، فرو ریختم. امروز فهمیدم. دمت، میدونم عصبانی میشی ولی خواهش میکنم یه بارم خودتو جای زینب بذار. مادر و دل عجیبی دارن جاله. از یه طرف دلت نمیاد، از یه طرف هم میگی ولش کن، به خودت فکر کن. با خودت میگی دست دخترتو بگیر ببر جلوی باباش بگو بیا این دخترت، اینم بابات، حالا هر کاری میکنین بکنین، خودتون برای خودتون تصمیم بگیرین. ولی بعدش خب اون آدم دخترشو نخواسته. هر جو شده باید حرفای دخترتو بشنوی. حتی یه بارم نسبت به دخترش کنجکاو نشده. یه لحظه لطفاً، الان میام. یه لحظه. جریان چیه؟ میبخشی جهان، مهمون دارم، میشه بعدن حرف بزنیم؟ ماره خیلی خوب باشه. راستش موضوع چندان مهم و فوری نیست، ولی مدرک زینب. چه مدرکی؟ یعنی چه مدرکی؟ مدرک ورزشکاریش دیگه، قرار بود با اولش حرف بزنیم. آها باشه باشه، امروز حرف میزنم، حتما حرف میزنم. خیلی خوب، پس تو کلاس داری؟ آره کلاس آخرمه. برو زود حاضر شو. یعنی چی؟ خب سالانو میگم، برو بچه ها رو جمع کن آماده بشن دیگه. جاله تو حالت خوبه؟ خوبم، تو چطوری؟ نه تو مثل که یه چیزی دست بعدا معلوم میشه. نه جانم، برو سر کلاست، اینجا هم وای نستا. باشه، برو دیگه. او اچه. صفحه 277 نامداران ادبی دوره جمهوریت رو باز کنین.
لیلان، من که حرفایی که زده باشی درست باشه ها، اون دختره رو تیکی پارش میکنم، تیکی تیکش میکنم به خدا. Tanırsın insanları Yeter hayallerin birer birer Gerçeği görüp nefreti tadarsın zamanla Günler geçer saymazsın Sonu yokmuş gibi yaşarsın Geceler mezar olur dalarsın uykuya Keyif